آلودگی هوا در کابل سونامی خاموش هوای آلوده در کابل روزانه جان بیش از ده شهر نشین را میگیرد و سلامت صدها هزار باشنده دیگر این شهر را تهدید میکند کابل در حال حاضر در ردیف شهرهای آلوده جهان قرار گرفته است و هوای این شهر مرگافرین شده است ذرات خطرناک و مرگافرین در هوای کابل به مرگ تدریجی باشندگان شهر مبدل شدن نگهداری محیط زیست و تلاشها برای پاکسازی هوای شهر چندین بار از سوی مقام های مسئول مطرح شده است اما به نظر می رسد که هوای پایتخت هر روز آلوده تر می شود و ظاهرا راهکارها در این زمینه اثرگذار نبودند اما کدام عوامل هوای کابل را آلوده ساخته است چه کسانی در این زمینه مسئولند آیا این مشکل به یک سونامی خاموش نمیماند؟ این موضوع را در ویژه برنامه برای روایت دیگر با مهمانان هم آقایان محمد یونس نوندیش شهردار کابل غلام محمد ملکیار معاون مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست محمد الله بتاش موین وزارت ترانسپورت نوردین همدرد رئیس پلیس ترافیک و شماره از فعالان جامعه مدنی مطرح خواهیم کرد با ما باشد البته مهمانان گران قدر خوش آمده. در به عنوان یک سوال کلی از مهمانان که در واقع مسئول هستند آیا واقعا کابل جای بر زیستن لازم و زیستی است آقای بتاش با عرض سلام و احترام به شما و همکاران تکنیکی شما مهمانان نهایت گرامی و بینندگان نهایت عزیز البته نه تنها ما مسئولین بلکه همه همشهریان عزیز کابل و ما در قسمت آلودگی هوا در شهر کابل تشویش دارند ما من حیث مسئولین به طور هماهنگ یک سلسله اقدامات را انجام دادیم که بعدا خدمت شما عرض میکنیم بله سوال مشخص فکر میکنید کابل در حال حاضر محل برای زیستن از لحاظ محیط است خب محل زیستن هست ولی آب و هوای کابل خیلی آروده است سپاس آقای ملکیار شما چه فکر میکنید خب ما هم سلام خدمت دوستای عزیز باشین اوندای عزیز تلویزیون طلو تقدیم میکنم البته این سوال بسیار جالب است که کابل جای زیستان است همین فعلا 5 میلیون نفوس در شهر زندگی میکند بله زیستان خوب خود در هر جا ممکن است اما محلی که برای زیست باز موید زیستی کابل از جمله شهرهای آلوده است اما عوامل آلودگی هم معلوم است و شهری که سی سال در جنگ گذشته باشد و تقریبا امی هم در حال انکشاف است در حال احیای مجدد است و است که یک مقدار زیاد زراد ذرات را به هوا انتشار پیدا میکنه از, از طریق فعالیت های مختلف و شهر بسیار پر نفوس است و در پولیش یک شهر خشک از نگاه اقلیمی و از نگاه جغرافیایی بسیار محدود است بله سپاس آقای نوندیش شما چی فکر میکنید بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام ما یک مقدار با گپ موافق نیستم این سوال هست بله حالا فکر میکنید یا خیر اه... نه بحثی شما در شروع برنامه دادین که در کابل گویا سونامی خاموش در جریان هست ما با ایگه موافق نیستم بله و این اصطلاح هایی که از لحاظ ظاهری شکل بسیار مقبول داره که آدم این چیزها را بگوید ما نباید چنین وحشتی را در داخل شهر کابل بر بیننده ها ایجاد بکنیم که بلد. بلد. یعنی کشته شدن نزدیک به سه هزار در کابل به مفهوم سونامی خاموش نیست ما شاید من نمیفهم یه ارقام دقیق از کجا به چه شکل محاسبه شده ولی وزارت صحت افغانستان بله وجود داره بله شهر از لحاظ آلودگی هوا یک مقدار آلودگی داره بل. اما اینکه شهر کابل از جمله کثیف شهرهای دنیاست. است این گپایی بوده که تقریبا سه سال قبل گفته شد و زمانی که جناب آقای بانکیمون سرمنشی ملل متحد در کنفرانس کابل آمد اونا در صحبت خود گفتن که این بار شهر کابل سبز و پاک بود بل. بنان ما با این گپ هم موافق نیستم و شهر کابل از جمله شهرهای آلوده ترین شهر دنیا نیست. بله سپاس. آقای همدرد شما چه تصور دارید؟ تشکر احترام از به بر شما و بینندگان تلویزیون طلو با واقعیت امر در قبل اگه شما را مقایسه میکنین که سیده های جنگ بدبختی ها را بر مقان در افغانستان بالخصوص در شهر کابل و دیگه و آخر در چند سال به تایید گفتار شاروال وضع هوا و جهاز که راپور همه وقتا بر ما میرسن و در این تلاش ها صورت گرفته وضع هوا در شهر کابل بیبودی بود یافته و گراف موضوعاتش پیش مویی شه به حفاظت مویتی زیست است که همه وقتا هر سه ما بر ما موضوعات مطرح میکنه دیگه به او حالت که شما موضوع را مطرح کردین ما بلد. فکر نمیکنم او با او پیمانا باشه بر مردم یک تشویش ایجاد نکنین و دی راستا توجه با صورت بگیره که ورگان های زیرب جمع مردم یالی محترم شریف شهر کابل و هر کسی که در این وظیفه و دیفه داره که بتانه در پاکی و صفایی شهر کابل افرادات گازات که فیلن تولید میشه سپاس <applause> آقای ملکیار حالا شما اشاره کردین که نمیشه بیشتر به این حرفایی که ارائه میشه در موردی که کابل یا آلودگی هوا در کابل به مفهوم سونامی خاموش است باور کرد شما چه آمار دارن مطابق با آماری که شما از آلودگی هوا دارید کابل چه جایگاهی را در سطح شهرهای دنیا داراست خب در دا مجموع چیزی که بسیار واضح است تاریخچه جلوگیری از آلودگی هوا در افغانستان کاملا نه نا... کاملا یک پدیده جدید است و تقریبا از مدت چهار سال در افغانستان شروع شده که دی میاد تی... و ای ز... مدت زمان یک مقدار کارهای بسیار خوب صورت گرفته در مجموع تدابیری که به خاطر کاهش آلودگی هوا صورت میگیری مرحله وار است این مراحل مختلف دارد ما انوز هم تا جایی که با متخصصین در سطح دنیا نشست داریم ما در مرایل بهتر قرار داریم چون از اول شروع کردیم بله پارسال کابل در مکسیکو را... مطابق با آمار که راه شد در ده شهر آلودی دنیا مطرح بود امروز سوال مشخص جایگاه کابل در سطح دنیا نظر به چگونگی موجودیت آلودگی هوا در کجا ببینید موضوع رو میخوایم ذکر کنم بفردن. که شما اگر به تاریخ به آمار و ارقام آلودگی هوا در لاهور گذر کنین شاید سر کابل شکر بکشیم و در گذر کنیم و سر کابل شکر میکشیم این شهرهایی است که شهر پیشاور چیزی که حالتش از کابل بدتر است شما باور کنین شش ماه قبل آلودگی در شهر تهران به اندازه‌ای بود که تمام مشاغل و تمام مکاتب انسداد شد اما کابل حالت طبیعی خود دا داشت یک مقدار آلودگی های طبیعی هستند در فصل‌هایی که یک تغییر حرارتی صورت می گیرد حساب ب... یا به انگلیسیش میگن ترمال انورژن این تابان آلودگی های خود دارد اما به این اندازه ای نیست که قابل تشویش باشه آقای ملکیار حال اگر زمانی که مسئولین صحبت از این می که آمار یا حرفایی که در مورد آلودگی هوا در کابل گفته میشه این نمیتونه مستاق موجودیت آلودگی هوا در کابل باشه شما به با عنوان اداری که در رأس چگونگی کاهش آلودگی هوا در کابل فعالیت میکنید چه آمار دارید در مجموع بدون که بدون داشتن آمار و بدون داشتن معلومات نمیتونی هیچ نوع تدابیر اتخاذ کنی شما بگوی این آمار را؟ خب آماری که ما از سال قبل توسط وسایل نظارت آلودگی هوا آوری کردیم ما در مجموع سالهای قبل البته از سال که شروع کردیم سال 2007 یا 1386 ما در سطح هوای خود بیشتر از 600 هزار تن کاربون اکسید داشتیم به این مقدار بیشتر از 17 هزار تن سلفر دا داشتیم نایتروژن دا کربن مونوکساید این چیزایی بود که در سطح هوای شهر موجود بود البته مقدارش نسبت به ساحات مختلف استشان مختلف فرق میکرد که با مطابق از او استراتیجی کنترول آلودگی هوا ساخته شد مطابق از او مقرره آلودگی هوا و مقرره کاهش دیگه هوا ایجاد شد بله. و مطابق از آقای ملکیان مشخص تر آلی... فکر می سوال درست تر نتونستم برسونم مشخص اگر اشاره بکنید این آمار را که شما ارائه می کنید بر اساس چی است سنجش شما بر حسب چی است ببینید آمار و ارقام معمولا ای تو هوایی گفته نمیشه بله شما بفرمایید بگویند بله؟ که چی بود تکنولوژی است بله که میتونه برای ما ارقام بده تکنولوژی ساده و ارزان هم نیست ما می فعلا یک پای ازوره که همیال نصب کردیم امروز از نصبش خلاص کردیم تقریبا بیشتر از 280000 یورو برای ما شد تازه یک آنی را برای سنجش آلودگی هوا در کابل نصب شده و شما از آمار صحبت میکنید بیشتر از چگونه آمار شما را شما درست درک نکردید این موضوعی که ما گفتم قبلا ما شش استیشن نظارت آلودگی هوا داشتیم او شکل سیاره داره اما مشکلی که ما داشتیم ما هر باری که تست می گرفتیم هر باری که فلتر می گرفتیم باید او را با به یک از های معتبر دنیا روان کنیم و بر ما هم تمام قیمت تمام می شد و و مدت زمانی هم که می اعتبار خود از دست میدادم اون فلتر ما کوشش کردیم با استفاده از بودجه کشافی خود برای فعلا برای دفعه یک پای ماشین که مجهز است و تکنولوژی کاملا جدید است را خریداری کنیم و نصب کنیم که ما امیدوار هستم یک هفته بعد ما روزمره ارقام بسیار مشخص فناوری جدید را تازه شما خریداری کنید سپاس آقای نواندیش شهرداری کابل در هماهنگی با اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان چه کار را برای کاهش خلودگی هوا در سطح شهر کابل انجام داده؟ البته این بشهری های محترم شهر کابل بسیار روشن است که ما ارقام قبلا هم دادیم به خاطر اینکه ما هوای کابل بتانیم بهبود ببخشیم در طی دو سال یک میلیون و ششصد و سی و هزار پنجصد درخت ما قرض کردیم که بدون شک برای ازی که درخت های کمی بزرگتر شوند یک کمی وقت کار داره و از طرف دیگه یک تعداد پارک ها رو روی دست ساختن از زیر فعلا سی پارک به خاطر سرسبزی شهر زیر کار هست و در بهار سال آینده ان ما سی پارک خواهد داشتیم در شهر کابل که هم مسلما موثر است خود تدابیر جدی به خاطر تنظیف که ست ها هزار تن کسافاتی را که در طی سالهای متمادی در کابل متمرکز شده بود و در هر جای جمع شده بود ما اینا را از شهر کابل بیرون انتقال دادیم و از طرف دیگه کمیسیونی ساخته شد که ما مشترکن با اداره حفاظت محیط زیست با وزارت محترم و مرداخله به شمول ریاست محترم ترافیک و ارگان های زیرب دادگه وزارت محترم ترانسپورت کمیسیونی در اینجا ساخته شد که تدابیر جدیر در این راستا اتخاذ بکنه اساساً خود مسئله محیط زیست که در جهان یک تشویش بزرگ ایجاد کرده منابع بیشتر از گازهای گازهای گلخانه‌ای است افرازات دسکه های اتمی هسته که ما نه صنایع ثقیل برای تولید ایتوریا گازات داریم نه گازهای گلخانه‌ای داریم و نه افرازات و رادی رادیواکتیو داریم بله آقای شهردار آه، آه، شما چند مسئله که اشاره کردن اگر کوتاه اشاره بکنین از بیشتر از یک میلیون و 600 هزار اصلا حال که شما ذکر کردن چقدر از این امروز سبز است در کابل بله کم تلفات ما خوشبختانه کمتر از دو فیصد است در حالی که از نظر متخصصین زراعت تا سی فیصد تلفات بتونه به صورت طبیعی بوده باشه این مناطق در کجا است که شما غرس کردین ما تقریبا در تمام شهر کابل غرس کردیم مثلا در از شما از میرویس میدان به طرف کمپنی برین 6 کیلومتر طولش از 4 قطار ما درخت غرس کردیم که 24 کیلومتر میشه تمام جاده ها را ما غرس کردیم ما درخت ها مثلا در پارک ها غرس کردیم در مکاتب غرس کردیم در مساجد غرس کردیم هر درختی را که ما غرس کردیم اینا را همیشه ما ریکارد کردیم یعنی تلفات هم اندک بوده تلفات ما کمترین تلفات داشتیم که حتی ما تا جایی که دوستای متخصصین زراعت بودن اونا از این کار ما را بسیار تقدیر کردن چرا مواظبت بسیار جدی از این صورت گرفت تا درخت ها زایی نشود ما یک مقدار زایعات در مسیر سرک پلوچرخی داشتیم که در اوج یکی از کمپنی ها مسئولیت مراقبت از اونها گرفته بودن یک مقدار نه حال از اونها از پیششان طلب شد و ضایات ما در سطح بسیار کم بوده بله سپاس آقای قرار شما صحبت های مسئولین را شونیدین در نخست میشه یک دیدگاه کوتاه خود را در مورد صحبت های را بکنید و پس از, از اگر سوال مشخصی داشته باشید بپرسید بنابراین بله تشکر ما هم تقدیم میکنم صحبت ها رو مشویندم در این نیست که دوستای ما در این عرصه کارای کردن کارشان قابل قدر است ولی گیر است در نیست. یک سر میخوایم اک اکادمی که از پنطول ما نمودگی تا زمان که ما ارقام جمهوری نکنیم راجع به هر موضوع هیچ گونه که ما با دقت گفته نمیاد. ولی ارقام را شد با کمال تاسف که امروز ما خبر خوش دکتر جناب موسیب شنیدم که نه جدیدی یک دستگاه با دی چند هزار یورو تهیه کردن. میخواستم یکم تاکم بردم ما نکنیم. دزگاه وسایل ما نکنیم دیتا و ارقام بسیار دوام جمع نکنیم ما برای گپای بعد خودش کار کردن میتونیم من که ما پیشتر به این که وسایل ما جناب میز بینیم که آیا دی است تا کدام کار را که لاقل ده سال گذشته میمونم که شما کارای خوبی را کردین بسیار قابل قدر است آیا نقطه اساسی دمیج است که ما چی باید کنیم که از این از که ما دلایل کاملا اپام زندگی میکنیم که هیچ ارقام نداریم من از یک ورقه سفید ما در عمل کام هستیم در هیچ عصمت تاسف ندارم ما فقط سوال اینجا است که شما هم دقیق قسمت کدام کار حتما کدین بله بل. که یکی از که شما پیشتر سپاس اما پیشتر از اینکه آقای ملکیار جواب ارائه بکنن آقای هم در در کمیسیونی که برای کاهش حالودگی هوا تحت وزیر داخل افغانستان یازدهمین ایش در دهم ده جدی بود بیشتر اشاره به این شد که باید وسایل دودزا در واقع نتونن تردد بکنن در سطح شهر کابل ریاست ترافیک شهر کابل چه کار در این مورد انجام داد؟ تشکر از شما چیز کیان است حاجت و بیان نیست موضوعی مطرح میکنین که ما به ارتباط امی کمیسیونی که ایجاد شد و مویش در جیان استن چاروال سیب بله یعنی بیشتر میشن و آلودگی هم بیشتر. چهار هزار وسایت نقلیه را ما توقف دادیم دبته یک سال و او اسنادش کنترول کردیم اوارز تکنیکیش گرفتیم بعد از تواد مکرر بعدی وسایت پس در جریان ترافیک شامل ساختیم یک وسایت که تورید میشه نومی از طریق بندر خوشبختاران در قانون ترافیک دنیا است که اول وسایط با چک شود این وسایط می به ادارات ترافیک در ولایات مرکز که این موترار روزانه بیش از 400 واسطه نقلیه ما هم روزه چک میکنیم اگر ارگا وارد تکنیکی داشته باشه افرازات گاز تولید کنه ایت ماینات تکنیکی بر از جواز نمیده بله آقای همدرد حال شما زمانی که از در واقع استاد کردن چهار هزار اراده وسایت را در کابل اشاره میکنید چند درصد مجموعی وسایت را تشکیل می که در شهر کابل تردد دارد؟ اجازه بتین من قسمت بر و دیگه وسایت دیگه که تمدید میشه به اصطلاح یعنی سالش تیر میشه دوباره اون مکلفیت داره که بیای اسناد خود به اداره ترافیک تای مرایل کنه کینی می آید تکنیکی ابراز نظر میکنه که موتر قابلیت گردش داره عمل جواز آدرسی ترافیکی هم از لحاظ امتیازات گازات این در تمام دنیا برای برایج است و کار صورت گرفته فیصدی اگر شما مقایسه میکنید در شهر کابل باید. با چش مسار میبینید که همین وسایتی که متوقع می واقعا گپ شما بی خبر جاست این زمان بسیار متمادی از 20 سال 25 سال پیش موتورا سی سال پیش آمده اما در این کارای کارهای خوب صورت گرفته مثال و فرض مال یک موتر ما که یک تکنیکی می داشته باشه از نگاه انجین مسائل با بیش از دو موتر ما توقف دادیم در طول می سال که انجین ها تبدیل کردیم این وسایت هم اسناد پیش ما موجود است که در این راستا کمک صورت گرفته باید. و بله حالا سوال مشخص زمانی که شما از در واقع وسایط را که اجازه نمیدین 4000 واسطه که تردد بکنه در سطح شهر کابل چند درصد مجموعی وسایط را تشکیل میده؟ عرض به گوش ما وسایط به نوبه تونس که در مجموع تمام وسایط ما توقف داده باشیم هر روز بیش از 50 واسطه سی واسطه توقف میدین بله بعد از طی مراحل که تاو تا دغد میشه دوباره ترمیم میشه چون در قانون واضی گفته شده که اگر دوباره ترمیم شود متر میتونه قابلیت حرکت داشته باشه در جریان ترافیک حالا این مکانیزم یا سازوکار را که میشناسن در واقع که وسایل نباید تردد بکنن در سطح شهر کابل چی است بله سازوکار که بدانن آه. که این وسایل نباید تردید بکنن شورای وزیرا شورای محترم وزیرا ایداد دادن که موترای داس سال قبل با اجازه ندین عالمی موتورا را ما موترای مدل بالا را اجازه میتیم اسناد برش میتیم مدل سابقه را برش نمیدیم بله سپاس یک بفرمه. بفرمه. با این سبب سو بفرمایید بفرمایید باز ما خود رشته کار خود بالا داره دوم برای جابجا جا شدن یا بین بردن موترهای کونه عواملی که موجود است ما موترهای تکسیر جانشین موترهای نو جانشین موترهای کونه ساختیم که یک کمپنی حاضر است بیش از 300 400 واسایت تکسیر و خریداری کردن در بین فی بین خودشان است بخصات گرفته و موتر کونه را تخریب کرده به اساس قانون ترافیک جاده ما برای دو موتر نو اجازه دادیم که در دا جریان ترافیک داخل شد. این از طریق وزارت ترانسپورت صورت گرفته؟ از طریق وزارت داخله صورت گرفته. بله سپاس. آقای ملکیار سوال مشخصی که آقای اقرار مطرح کردن در مورد از که چه کار سرانجام اداری که چندین سال هست فعالیت میکنه برای کاهش آلودگی هوا او در کابل انجام داده؟ خوب ما با استاد کاملا موافق هستم بدون ارقام و معلومات نمیتونی تا یک قدم برداری طور مثال امیانه بگیم تا نمیتونی یک بود بخری چیزی که شما به نظر ارکی... می استاد گفتن که نداشتن؟ ببینین همه چیز موجود است ارقام موجود است منتها مشکلی است که ارقام پراگنده است بشه مختلف ادارات مختلف منابع مختلف است ما تابل یک مرکز ایسای منظم و هماهنگ در کشور نداریم چند که تمام فعالیت عرقام. میکنه ای دارن؟ ببینن تنها آلودگی وظیفه اداره ملی حفاظت محیط ریاست محترم ترافیک و شورای محترم کابل کنترل اول قدرت اداره ملی چی است بالاخره اداره ملی حفاظت از محیط زیست خب قانون وظایف مشخص به هر ارگان داده و هر ارگان مطابق وظایف و مسئولیتایی که برش داده شده قانون چی وظایف را داده, داده برای اداره ببینید اداره اداره ملی حفاظت محیط زیست سلامتی محیط زیست و صحت نفوس کشور مسئولیتش بله پس چه کار انجام دادید ببین قراره که قبلا هم گفته شد هر چیز گیر است هر چیز به وقت ضرورت داره چند سال از این اداره فعالیت میکنه منابع ضرورت داره و تخصص ضرورت داره این خودش از بی‌تجربگی شماست که شما دایم سر می چند سال میگین اما کشورایی است که حدودا تجربه که شما در چند سال بعد از بر اردن برای اداره چه کار انجام دادن تجربه حالا, تجربه حالا ای این بی‌تجربگی ما که شما شما نامی خدا با می فصاحت با ارتباط آلودگی هوا صحبت میکنیم با ارتباط محیط صحبت میکنیم یه هم یکی از بخشایی بوده که اداره تونسته که آگاهی را بلند ببره بله سپاس دوستا اجازه بدید آقای ملکیار از خانم شما اشاره کرد می خوام موضوع محب... را ذکر کنم که آلودگی شما در روز قبل شاید از طریق میدیا از طریق رسانه ها شنیده باشین که بیش از 32 شهر دنیا انسداد شد به شمول مکزیکو مسکو از بس آلودگی ها زیاد بود اما در کابل ما اتو نشنیدیم که کسی نسبت آلودگی درست است تخریش وجود به وجود می ما مشکلات خود داریم اما او قدره که مردم مردم شریف خود به تشویش نیست اما متاسفم ما جواب دریافت نکردم که بالاخره چه دستاوردهای اداره داشته است به هر حال آقای بتاش چه فکر میکنید وزارت ترانسپورت افغانستان در هماهنگی با نهادهایی که مسئولیت کاهش آلودگی هوا را داره و تازه کمیسیون هم که 11 جلسهش جلسه شب در واقع دایر شد چه کار انجام داده است اگر یک کمی تکنیکی اگر صحبت بکنیم یا کی از عوامله کې غازات مزره وسایط نقليه تولید میکنه عبارت است بې کیفیت بدنه تل است عمل دومي کې وسایط نقليه غازات مزره تولید میکنه عبارت است خراب بدنه یا اوارز تخنیکی واسطه است بله در قسمته بې کیفیت بدنه تل خوشبختانه اداره محترم استاندارد نور مستاندارد ایجاد شده در هماهنگی با ادارات زیرب کار میکنه اونم تو شاروال فرمودن نتیجه کار هماهنگ ارگان های بوده که اونم تشویشی را که یا ارقام دقیق بود یا غیر دقیق بود از طرف اداره محترم محیط زیست به شورای محترم وزیران ارائه شد و تشویش زیاده در اونجا مطرح کردن و بالاخره یک روز رخصتی هم به اون مناسبت بود و آلی میبینیم که چیری داره که چیری شهر کابل از هر لحاظ تغییر بکنه و هم از لحاظ محیط زیست بهتر میشه بله سپاس شما با توجه به تجربیاتی که دارند از هر لحاظ در جامعه مدنی هم رئیس مشمی جامعه مدنی هستند آیا درک درسته در واقع دریافتین که اداره ملی حفاظت از محیط زیست در مدت چند ساله که فعالیت دارند چه کارهایی انجام دادن؟ من با سلام خدمت شما عرض بکنم اول که محیط زیست تابع متغیرهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است و تنها محیط زیست با غرس درخت و با به اصطلاح جلوگیری از یا توقف وسایل دودزا نمیشه که شما به با مشکلش بپردازین ما کشوری هستیم که سالانه میلیون ها تن خاک بالای بام های خود بالا میکنیم و خانه های خود کاگل میکنیم بعدم شکایت داریم که کوچه های ما پر از گل است شاید ما به یک نظام بسیار نوین برای حفظ محیط زیست خود ما ضرورت داریم که متاسفانه در ده سال گذشته اساسا ما نتونستیم به نکات بسیار اساسی و استراتژیکی که باید به با بپردازیم نتونستیم بپردازیم با توافق، توا، توقف وسایط هم نمیشه تا زمانی که شما جلوگیری از تورید تیل بدون کیفیت نکنین به هیچ وجه شما با مشکل تیل یا وسایل مصرف دود موتورها یا وسایل نمیتونن مشکل حل بکنین به خاطر از که تیل های بدون کیفیت سم های بسیار وحشتناک را به اساس میکرون ها داخل میکنه که متاسفانه به مراتب خطرناک از دود است که ما از سوخت زغال سنگ در کابل تولید میکنیم بیشتر جناب آقای ملکیار اشاره کردن به سلفر مونوکساید سلفر دایوکساید و کربن مونوکساید که عمدتاً در سوختهای نادرست و یا مواد نادرستی که برای سوخت از او استفاده میشه به خصوص به خصوص مواد جامد و مایع ما متاسفانه از او تولید میکنیم اساسا ما نمیتونیم تنها با فقط فضای جو خارجی زمین و محیط زیست بپردازیم مشکل بسیار عمده که افغانستان به خصوص شهر کابل تهدید میکنه مشکل آب زیرزمینی است ما تا 5 سال دیگه آب آشامیدنی در شهر کابل به صورت قطعی نداریم آمارهای ملل متحد نشان میده که در تمام شهر کابل یعنی شهر بزرگ کابل ما فقط بل. یک نقطه مسئول بر آب آشامیدنی داریم سپاس آقای رفی آقای هوشمند شما چه فکر میکنید حالا اگر مشخصتر ایک سوال در, در آغاز مطرح بکنید از مسئولینی که در اینجا حضور دارند در مورد چگونگی کاهش آلودگی هوا در سطح شهر کابل سلام عرض میکنم سوال من متوجه شهردار محترم است از جمله آلوده کننده اصلی شهر کابل فعلا مایک را بله خانه هایی که در تپا و تپاچو زندگی میکنه حدود 30 درصد شهر کابل را تشکیل میدن یا چون سیستم کانالیزاسیون مشخص ندارن هنگامی که هنگام زمستان یا سیستم کانالیزاسیون خود زهکشی کرده به سرک ها و کوچه ها رد میکنن و هنگامی که با شوهای تماس میکنه و بالاخره باد میشه ی ی ی ی مثل خاک باد باره شهروندان کابل تنفس میکنن آیا شما کدام پلیسی مشخص برزی دارین و سوال ایم که بازم مربوط رئیس صاحب ترافیک و همچنان موین صاحب وزارت ترانسپورت میشی است که بیشترین آلوده کننده شهر کابل وسایت نقلی است و بخصوص وسایت نقلی کهنه آیا کدام پلیسی به خاطر کاهش ازی دارین و در قدم دوم تیلی که وارد افغانستان میشه از کیفیتی که با, با استاندارد های محیط زیستی برابر باشه وجود نداره آیا کدام کدام ارقام یا کدام استاندارد به خاطر آلودگی هوا در کابل وجود داره که شما ترانسپورت ها یا موتورار که وارد افغانستان بلد. میشه میشه کنترل البته شاروالی کابل در طی دو سال که گذشت چهار کانال تخلیه آبهای سطحی را تکمیل کرد و دو کانال که یکی از در حدود 90 فیصد کارش که کانال رحمان می تکمیل شده و کانال دیگه که در قسمت علاودین است او البته نسبت سرد شدن هوا کارش متوقف شد و او هم بسیار تکمیل خواد شد که مجموعا شش کانال تشکیل میده اما اه، اه، در متاسفانه بگیم یا خوشبختانه بگیم مسئله کانالیزاسیون و آبرسانی مربوط شاروالی کابل نیست. اداری دیگی به نام یک شرکت دولتی ساخته شده، به نام شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون بدون شک نداشتن کانالیزاسیون یکی از پرابلم های بسیار جدی هست و ساختن کانالزیس، سیستم کانالیزیون در, در شهری که او ساخته شده باشه بسیار قیمت هم تمام میشه. به ای خاطر آنچه که مربوط ما هست تخلیه آبهای سطحی بوده که ما تانستیم در ظرف دو سال شش کانال بزرگ بسازیم بله. چند درصد شهروندان کابل در خانه های زندگی می کنند که خارج از ماستر پلان شهری است؟ خارج از ماستر پلان نیست اما هفتاد درصد خانه ها غیر پلانی هست غیر پلانی... برای خانه های غیر پلانی چه راه برده برای جلوگیری در واقع وجود دارد؟ البته ما یک پروگرامی به نام بهسازی که جریان داره و برنامه دیگری به نام همبستگی کابل ما ساختیم که در ناحیه 11، ناحیه 12 و ناحیه 16 فعلا جریان داره. این به خاطر بهسازی است که ما مشکلات مردم کوچه ها رو مثلا قیر بکنیم یا کانکریت بکنیم، پیاده رو را بسازیم، غرش نهال ها بکنیم، جای بر تخلی کصفاتشون بسازیم. این برنامه شروع شده و در سه ناحیه فعلا ادامه دارد. و سوال دیگر در جمعیت موجودی شهر کابل به چه قدر ساحه سبز نیاز است؟ البته تا جایی که ارقامی را که ما از دوستای ما از محیط زیست شنیدیم که یک درخت که وقتی که بزرگ میشه میتونه برای 18 نفر اکسیژن تامین بکنه و اگر اینطور باشه تنها درخت را که ما شاندیم فعلا کفایت میکنه برای همه مردم شهر کابل به مجردی که یک کمی درخت ها بزرگ شه و اکسیژن کافی بده ولی به هر حال ما امسال سالی که پیش رو داریم در نظر داریم یک میلیون درخت دیگر هم غرس بکنیم بله سپاس حال آقای همدرد شما آنچه که پرسیدن و آقای هوشمند پاسخ شما چی است هدفی است که ما قبلا هم موضوع یادآور شدیم که جانشین موتورای کنه اساسا باید موتورای جدید باشه چه تعداد جانشین شده تا ارزمه گوش کنین به اعتبار بردی که شما وضع زندگی آلت مردم افغانستان بالخصوص شهر کابل امرار معاشیت زندگی شمی فهمید در قانون ترافیک برشان ادایت داده شده که ارگا و سایت اوارد تکنیکی داشته باشد توقف شود قانون گفته بعد از اگر اشخاص افراد موتر خود پس با حالت اولی میاره حق داره در جریان ترافیک داخل شود ای یک طرف جهت دوم مسائل تکسی که ما خدمت شما عرض کردیم موترهای تاکسی که مردم نیاز داره با موتر تاکسی که از زمانهای خیلی متمادی بودن این پروسه را ما بران داختم که روزانه بیش از ده موتر دوازده موتر به مو کمپنی مراجعه میکنه اسناد خود را مرایل میکنه موترهای کونه ما, ما میسازیم موترهای جدید در جریا میمانیم با. مشکل دیگر در موترهای وسایت سکتورهای خصوصی یا شخصی است او امکانات فعلا ما بدست نداریم آه. قبلا در ای رابطه ریاست عالی محترم حفاظت محیتزیست هم در جریان بودند که ما با دونرها و یا با کمپنی ها با, با ورکشاف های مجهزی که واقعا ما از نگاه زی بتانیم که وسایط ما اونجا راهی کنیم چک و سروی درست شوه همی حالت کار ما به شکل ابتدایی است اگر اونجا ما جای به جای بسازی میره سرتکیفیت اصناد شما با وزارت مالی و وظیفه سپرده شده که هر شش ماه بعد چک شده به این پروگرام ما از یک دو مسائل دیگه برنامه را آقای, آقای هم در بپاسخ نمانه آه. آه. سوال ها ده. بیشتر شما کلی اشاره میکنید این برنامه ای که شما گفتین چه زمان آغاز شده و چه کار تا انجام دادند این همین ب... ب... در ظرف همی سه ساله که و برمان دادند بفرمایید این خود ای داوطلبانه حاضر میشه سکتورای خصوصی اتو نیست که به جبر اکراه کسر ما وادار بسازیم هر کمپنی که حاضر است ما داوطلبانه طریق شما موضوع مطرح میکنیم که بیان ای پروسه را پیش ببرن اقدام بکنن ارگابنا به نفشان باشه کمک شو هم مسائل دیگه که ما در این راستا براز انداختیم پنج پایه آلی افرازات گازات در یا آخر ما خریداری کردیم وایی نزد ما موجود است که چرونک دوستای ما در جریان هستند که یک پوهیشه فیلان در شارقه پولیس اونجه امکاناتشه جوړ کړیم که وسايټ کوم جمعيایه از ته ای از نگاه علمی سلانسر، سلانسر او مسلکي دي افراادات غواذات سلنسر دود سلنسر ببيننن به وو یقیمت ماین دا تعیین کړه وزارت ماليه که 400 افغانی فیصو واس در آینده نزدیک ما به شما وعده میتم که این پولیس ها ادامه می پیدا بله، میکنه تا ما بتانیم وسایت خود تنظیم سپاس. سپاس آلا چند مسئله قانونی در مورد قانون ریاست حفاظت از محیط زیست که میشه مشخصتر آقای ملکیار در هر مورد اشاره بکنید در ماده نهم نه بند سیزده همی قانون اشاره شده است که باید تهیه گزارش موقت از وضعیت محیط زیست هر دو سال باید بر مردم و رسانه های راه شود آیا شما چنین کار را انجام دادید؟ کاملا دقیق است شما اگر به راپور سال 1388 اشت مراجعه کنین آخرین راپور ده سال 1388 اشت و 89 دو سال هر دو سال بعد یک راپور یک گزارش ملی تقدیم میشد که راپور خلاصه و راپوری که سال بعدی سر کار میشه که سال بعدی هم, هم اون راپور بعد از دو سال ارائه شود و در اون راپور تمام فعالیت ها و تمام مشخصاتی که ضرورت است بر تحفظ محیطیزی در راپور ذکر میشه و تمام فالیت هایی که در سطح کشور صورت گرفته مکمل در او تشریح میشه مطمئنا این راپور در دسترس رسانه ها مخصوصا آقای رویی که روزنامنگار هستن باید قرار داشته باشند آقای رویی های آچونین آمار شما در دسترس دارن؟ و سوال مشخص هم بپرسن من مشخصا تا حالا چنین چیزی ندیدم فقط سال گذشته بود که آقای مصطفی زاهر خودشان در یک برنامه در دانشگاه کابل فقط راجع به میزان آلودگی هوا در کابل اونها اشاره داشتن که گفتن تنها 32 درصد از هوای کابل آلوده به مواد قایته هست و یه چی برسه که مثلا چی تعداد دیگه شی به دود و این چیزا آلوده هست یعنی این امور هر دو سال نک آقای ملکی رو اشاره کردن شما در دسترس قرار نگرفت متاسفانه خودم به عنوان خبرنگار از این امور اطلاع بله سپاس. آقای یار ما در مقابل خطاب دوست محترم ما باید بگیم که از خبری، از رسانه ها از نشرات گناه اداره ملی فازد مجیزیست نیست. بله شما میشه که اجازه دهید به یک سوال. زمانی که شما این آمار هر دو ساله را ارائه می کنید. بگذارید همه بدانند که در این آمارها نماینگر چه موضوعات است در هر دو سال از سال 1388 شما اشاره کردید اشاره کنم به خاطری که ما در کشور خود در مجموع ما جورنالیست محیط زیست نداریم که مشخص در موضوعات محیط زیست تمرکز کند و دوست ما که موضوع را گفتن که ما ندیدیم اگر اینا مراجع کنند و به کتابخانه پانتون کابل و کتابخانه خود اداره و کتابخانه مختلف دیگه شاید اولین باره که بپرسن به ارتباط محیط زیستی شاید این تو یک مجموعه را برشان تقدیم کنند بله. بگذارید از دوشیزه جوادی بپرسم که اینا دکترا دارن در این بخش آیا واقعا چون این را شما هم به دست آوردن و تحقیقات شما بر بنیاد چی بوده بیشتر آیا در واقع ارزیابی از کار اداراتی که برای کاهش آلودگی هوا در کابل یا در سطح افغانستان فعالیت میکنه داشته با عرض سلام متاسفانه از آمار ارقامی که آقای ملک ملکیار صاحب سازمان محیط زیست میگن اطلاعی ندارم فقط در جریان آلودگی که در میست دو سه هفته اخیر در شهر کابل مواجه هستیم و آلودگی به شدت بالاست این نیاز به امور ارقام نداره چرا به وضوح دیده میشه مقدار آلودگی تا چه حد هست زیرا در مشاهده میکنیم که در اواخر روز هرچه به سمت شب پیش میره به خاطر سردی هوا و به خاطر اینورژن ما تمرکز شدن آلودگی ها رو در سطح داریم که ریاست ملی حفاظت از محیط زیست را میکنن شما ای آمار را نخواستین دست بیارین یا چگونه است سرانجام شما دکترا دارین در این بخش متاسفانه آمار دقیقی وجود ندارد چرا که آنالیز دقیقی از آلنده هایی که مسبب پدیده این ورژن می نیست اگر که موین محترم سازمان محیط زیست میگن که ما چرا کشورهای دنیا به خاطر پدیده وارنگی هوا اما یک روزهای تعطیل اعلام کردن و ما همچیک چیزی رو در افغانستان نداریم ما باید داشته باشیم و این نشان دهنده ضعف وزارت صحت عام است چرا ما گروه های پرخطر داریم در روزهایی که شدت آلودگی و توده انباشته شدن آلودگی در نزدیکی سطح زمین است به خصوص در فصول سرد سال ما باید گروه های پرخطر خوره عام است طفلایی که زیر هفت سال هستند افرادی که کلان سال هستند کسایی که در گروه های پرخطر جز بیماری های ریوی بیماری های قلبی هستند درسته ما نه آمار درستی از آلینده ها داریم نه آمار درستی از مرگ و ناشی از آلینده ها داریم. باید گفت که ما از خانم دلیل سرپرست وزارت صحت افغانستان نیز دعوت کرده بودیم اما تا آخرین لحظات برنامه در واقع حاضر به حضور در برنامه کنین نشدند آقای بتاش شما مشخص تر اگر اشاره بکنید که در واقع جزء از کمیسیون هستن که برای کاهش آلودگی هوا در سطح شهر کابل کار میکنه چه کار مشخص را وزارت ترانسپورت افغانستان تا حال انجام داده با ویژه در ترافیک هوایی خب سوال را که برادر ما مطرح کردن لا جواب باقی نمانه میخوایم عرض بکنم خب بدون شک وسایلی که مدل بالا داره آلی تصفیه کننده گاز مزرعه را به آب تبدیل میکنه یعنی از وسایت که از مدلشان از سال 90 بالاتر از وجود داره ولی ما از لحاظ تکنیکی به این موافق نیستم موتر چقدر مدلش مو سابقه است با مو اندازه دود تولید میکنه پیشترم خدمت شما عرض کردم که دو عامل وجود داره واس واسطه ای که دود اوبي تولید میکنه ناشي عزيز چې аваريز تخنيكي داره په وخت زمانش اداره محترمه ترافيكو را توقف ميته او اجرات خلا میکنه من عامل دومي د زماني کې واسته دود سيا ته وليد میکنه عامل اصلي ازي تل اس يعني بي بيكيفت بودن تل اس از او خاطر ما اما مشوره های تکنیکی خود در وقت زمان مشخص هم به اداره ترافیک و هم به وزارت محترم تجارت ارسال کردیم بله حالا مشخص سر شما جزء از کمیسیون هستیم بله. که برای کاهش آلودگی هوا کار میکنید بله. چه کار را وزارت ترانسپورت افغانستان در هماهنگی با همین ادارات انجام داره اه، ما آه، آه، یک جا با ادارت محترم یک پلان مشترک را تحت عنوان تنظیم ترانسپورت شهری آغاز کردیم تازه آغاز کردیم بله یعنی پلان آماده ساختیم و تصویب شورای محترم وزیران گرفتیم فعلا ما این پلان در چند آ... کاتگوری تقسیم کردیم پلان های کوتاه مدتی که به بودجه نیاز نداره ما میتونیم هر چه عاجل او را تطبیق بکنیم او کار آغاز شده عبارت از برداشتن موانی هست ساختن پیادروها هست تفکیک پیادروها از سرکا هست تنظیم موترای سکتور خصوصی نو تونس و معادل از هست بله از... چیزی که به نظر می رسد حالا اگر صادقانه صحبت شود در شهر کابل شما چنین چیزی را تنظیم میشه دارن چه تعداد بس های شهری دولتی در شهر کابل وجود داره تا شما بتانن ترافیک شهری را تنظیم بکنن خب در شهر کابل بدون شک دو نوا بس ها فعالیت میکنه یک نوا بس سکتور خصوصی هست که بیشتر تونس ها و معادل ازی است ما در قسمت هم تر مشخص خود به کمیته محترم اقتصادی شورای وزیران ارائه کردیم و مصوبه از را گرفتیم فعلا ما به تعداد 1225 اراده تونس را راجستر موقت کردیم و انقریب شما شاید از این خواهد بودیم که به شکل اتحادی شهری و اطرافی تنظیم شده با رنگ و علامت مشخص با نمبرای مشخص کار را انجام بله، داده؟ بله. خانم اکبر شما سوال مشخص از مسئولینی که حالا حضور دارن چیست؟ به نام خدا ما اول اظهار تشکری میکنم از تمام فعالیت هایی س... که صورت گرفته بر بهتر ساختن محیط سیست و م... کم ساختن آلودگی هوا در کابل ام... ما یک سوال از آقای نواندیش داشتم و یک سوال دیگه هم به وزارت محترم ترانسپورت ام... سوال از آقای نواندیش است که یک بخش م... من فکر میکنم یک بخش مهم کار بر پاک ساختن هوای کابل مردم کابل باید بکنن شهروندان کابل برای زی که اینا رو سحیم بسازین در کار و اینا رو تشویق کنن که شرکت کنن در پاکسازی شهر کابل و در پاکسازی هوای کابل چی اقدامات صورت گرفته و ای که برای پاکسازی دریای کابل مشخصا چی اقدامات صورت گرفته ما میبینیم که بله. کسیفتر شده میره و همچنان یک نکته دیگه که استفاده پلاستیک و پلاستیک یک است که به آلودگی اضافه می کنه. شما کدام راهکار را در پیش گرفتین که ریسایکل شوه پلاستیک یا کدام آلترنتیو برزی پیدا شوه بله سپاس آقای نواندیش البته. ما بسار کوشش کردیم از طریق تبلیغات مردم تشویق بکنیم و ضمن حتی سکتور خصوصی را داخل ساختیم در مسائل تنظیف شهر ناهی اول شهر, کابل فعلا به اختیار سکتور خصوصی هست و همچنان از گروه های اجتماعی و سازمان های مختلف دعوت کردیم اینا با ما یک جا خصوصا جوان ها و نوجوان ها خانه به خانه اینا رفتن در بسیاری جاها و دختر دخترای جوان مثلا و نوجوان اینا رفتن در خانه ها با خانم ها کارای توضیحی کردن و از قبل کارا انجام شده و ضمن در ناحیه اول ما اعلان کردیم که برای کسایی که یک خریطه کسافاته زمان ما خریطه دستکش دس و ماسک در اختیارشان قرار دادیم هر کسی که یک خریطه کسافت تا موتر تنظیف می آورد ما را دفع خونی خریدیم تا که ای به فرهنگ تبدیل شود تا اینا آذر شوند برند و کسافات جمعواری بکنند و یک جایی بگذارند البته مشکلات رعایت فرهنگ شهری را ما جدا داریم برای که شما خودتان هم می فهمین که در, در ظرف هشت نو سال گذشته تقریبا چهار میلیون نفر از نقاط مختلف افغانستان اینا مهاجرت کردن به کابل آمدن جا شدن بنابراین ما مشکلات فرهنگ شهری داریم به خاطر ما در پوانتون ها رفتیم با موثرین صحبت کردیم با رهبری پوانتون ها صحبت کردیم و آل برنامه داریم که بعد از اینکه مکاتب آغاز شو، حتی در سطح مکاتب بریم با محسرین و متعلمین و شاگردان هم صحبت بکنیم در قسمت دریای کابل البته یکی مشکلی وجود داره که همشهری های ما متاسفانه هنوز هم یک تعداد زیاد دوکاندارها کسافات خود را تخلیه میکنند در دریای کابل که متاسفانه ما نمیتونیم در هر چند قدم یک کسی را اونجا موظف بسازیم که سات شوند از جلوگیری بکنند و بیشتر تخلیه ها از طرف شب صورت میگیره اما به ارتباط ازی ما فعلا با اداری جایکای ژاپن هم صحبت کردیم یک برنامه را تنظیم میکنیم تا یک بار دیگه با ای پاکاری شوه رای حل اساسی زی ساختن بند شاتوت است که فیزیبیلیتی استادی ازی تکمیل شده و بعد از که این بند ساخته شد دریای کابل میتونه آب دوامدار داشته باشه و در قسمت ریسایکل البته ما در کنفرانسی که در استانبول بودم جناب آقای قالیباف شهردار تهران بر ما وعده کردند که سه چاردسکای بازیافت زباله را که هر کدامش 500 تن است برای شهر کابل بسازند و ای در نشریه خود شهرداری تهران هم بنشر رسید مایتی ما را رو روان کردیم با اونا به خاطر مذاکره فعلا در, در کوشش هستیم که هر چیز زودتری پروگرام شروع شوه و ری... ریسایکل کسافات جامد آغاز شوه اما ما تولید کامپوست از کسافات جامد شروع کردیم که فعلا کامپوست های تولید شده را در, در درخت هایی که خود ما شاندیم و ضرورت داره به سرسبزی که در اختیار خود ما هست استفاده میکنیم هر با. وقتی که از ضرورت زینا بالا شد بیشتر تولید شد او را باز در بازار ارزا خود کردیم ویژه برنامه دیگر به گونه زنده از شبکه جهانی طلو نیوز است باز هم یک پرسش آقای عمر تشکر بدون شک مشکلات محیط زیستی در کابل و بالخصوص آلودگی هوا یک مشکل عام است و ما فکر میکنیم که ضرورت با یک حل عام دارد یعنی همه ما در اینجا مسئول هستیم خوشبختانه در, در, این آخر ما شاهد قیریزی سرک های عمومی کابل بودیم و شهردار صاحب فرمودند که کار پختکاری کوچه ها و پس کوچه ها را در سه نواهی شهر هم آغاز کردند و یا روی دست دارند آیا چونین پلان را شما برای ساحات غیر پلانی کابل که بیشترین نفوذ در اونجا زندگی میکنن دارین و یا خیر؟ کتا میشه خیلی. البته ساختن کوچه ها تنها در ناهی 11 و 12 و 16 نیستم. من از یک پروگرام یاد کردم به نام بستگی کابل در حالی که در ناهی 3 در ناهی 5 و در 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 ناهی 4 یک تعداد زیاد نواحی عملا شهریای محترم کابل و کس همشهریای ما که دوج زندگی دارن اونا دیدن که یک تعداد زیاد کوچه ها شده و یا کانکریت شده البته این ای, ای, ای گپ به شدت جریان داره در قسمت ساحات پلانی عمدتا پروگرام بهسازی در ساحات پلانی غیر پلانی بیشتر عملی شده و ما آل در نظر داریم که تا تا پروگرام کیسپی یا همبستگی کابل هم در ساحات غیر پلانی توسعه بدهیم آقای نواندش یک مسئله دیگه که بیشتر از جاهای شاکی هستند در داخل شهر کابل غصب ساحات سبز توسط زورمندا است شما آمار در دارید و چه کار انجام داده شهرداری کابل البته بر فعلا چنین چیزی وجود نداره و هیچ کسی هم توان زیر نداره مثلا مکویان چارم بله اجازه بدین بفرمایید کجا مکرویان چهارم را بیشتر شاکی هستن به اینکه یک ساحه وجود داشت ساحه سبز برای بازی اطفال بیشتر او را غصب شده و تازه پلان شده است که بلندمنزل منزل ایمار شده یا ایمار شده شاروالی کابل موزیگیری خود در رابطه به ساحی که در میکران چار بود رسما اعلان کرد و ما مخالف ساختن ساختمان در اینجا بودیم در شورای وزیرا هم ما موزیگیری ما قاطع امی بود که در اینجا باید ساختمان ساخته نشوه و یک پارک باید ساخته شود ولی متاسفانه دوستایی که موظف بودن تا ایسا از نزدیک ببینن و هیئتی در اونجا موظف بود اینا در شورای وزیرا نظر دادن که باید این پارک این ساختمان ها ساخته شوه که به اساس فیصلی شورای محترم و وزیران کار ساختمان در اونجا شروع شد و از نظر شاروالی کابل ما کار تایید نکرده بودیم خلاف این مسئله که شما دیدگاهتان به عنوان شهردار کابل که مسئولیت دارن این عمل کرد به معنی چی است خب البته ما در مقابل فیصلی شورای محترم وزیران قرار گرفتیم ما آله هم مخالف هستم و تنها مخالفت که بیشتر نمیشه دیگه عملی شده ما بارال در مقابل یک عمل انجام شده قرار داریم و می کنیم که با ساختن پارک در همجوار زیر جبران یک سوال دیگر آیا این تنها ساحه از در شهر کابل یا ساحه سبز را که شما اشاره کردین که غصب شده البته ساحه که در میکرون 4 ساختمان شروع شد به اساس پلان ساحه سبز نبود به اساس پلان اونجا باید ساختمان صورت می گرفت. اما در طی 22 سال چون در اونجا ساختمان صورت نگرفته بود وضعیت او ساحه افاده یک پارک میداد چون مردم هم اکثرا در اونجا فکر میکردن که اینجا پارک است تقاضای مردم ای بود که باید پارک ساخته شود اما او به اساس پلان این ساحه سبز نبود نظر ما ای بود که این ساحه از ساختمان به پارک تعدیل شود و جاهای دیگی که ساحات سبزی که قبلا در سالهای قبل غصب شده البته ما اخیرا از طریق ریاست های نوایی خود به جاهای به کسایی که ساحات سبز غصب کردن و خانه ساختن بر بر از اینا اطلاع دادیم بباشر. برشان اطلاع دادیم که اینها تا ماه حمل غم خود را بخورن و جای بر خود پیدا بکنن ما ساحات سبز تخلیه میکنیم از خانه های خودسر یا یا به هر شکلی که ساخته شده و اون را ما دوباره به پارکات تبدیل میکنیم سپاس میتنیم. دو پرسش مشخص در نخواست آقای آریان با اظهار سپاس از مسئولین محترم و همکاران پیشتر بس توری بود که بعض امکارا میگن که هوای کابل آلوده است بعضی ها میگن که نه آلوده نیست بر از که ما شما تشخیص بکنیم این موضوع را ضرورت است که یک سلسله میارها و استندردها را باید برای محیط سیهی شهری در افغانستان یا در کابل باید رویزو به توافق برسیم استندردهای جهانی برای محیط زیست شهری وجود داره سوال مشخص ما ای است که آیا بر افغانستان ما یک میارها نرمهای ملی برای محیط زیست شهری داره میانه یعنی؟ بخش اول سوال و سوال دیگه ما است که از کدام استاندارد خارج از نرم مجاز است این من شهروند مردم حق دارن که بفهمن که استاندارد ملی ما چی است در کدام ساحت این خارج از استاندارد است و سوال بعدی است که کدام اداره مسئول تامین از استاندارد هاست تا ما شما بتانیم یک گفتمان مثبت و سازنده را بین ادارت دولتی و بین مردم برابندازیم که هر کس به نوبه خود کار بکنه بله، یک سخوص. یک مثال, فرصت یک مثال عملی رو می خواهیم که یاد بکنم در جایی که دفتر کارم است آلودگی صوتی بی‌نهایت زیاد است پلیس ترافیک در وسط جاده میکروفون بلندگوره مانده با یک صدای بسیار بلند در طول روز صدا میکشه این فشارهای روحی را سر کسایی که دور پیش است ایجاد میکنه بل. آیا این مجاز است یا نیست کدام اداره پاسخ بله، دو تشکر. سوال مشخصی که بیشتر مربوط به آقای ملکیار و آقای همدرد میشه پاسخ خواهند گفت اما بیشتر از او آقای رحیمیار سوال مشخصی دارند با تشکر بعد از عرض سلام خدمت دوستا من میخواستم اول تبصره داشته باشم در مورد آقای خیلی فرصت اندک جای شک نیست که دوستا قسمی که اینا صحبت کردن کارهای شده کارهای صورت گرفته و ما از او هم چشم پوشی نباید کنیم ولی سوال در اینجاست که آیا این کارها که تا حال انجام یافته آیا نیازهایی را که تا فعلا ما داریم را جوابگویش هست یا نه و به خاطر از این فکر میکنم که اشاره به یک موضوع کنم که دوستا باز میتونن سر از او بلد. تبصری داشته باشن بطنه. که سه, سه, موضوعی که در یک مسلس برای یک کشور کار از در محیط زیست یکی پالیسی و استراتیجی است پالیسی ها و استراتیجی هایی که به سطح ملی از محیط زیست بتانن حفاظت کنن و قواعدی که به خاطر تطبیق به خاطر حمایت استراتژی و کار برده میشه و سوم تطبیق همین قواعد است و البته بعد از نظارت قواعد است آقای ملکیار میشه اشاره بکنن ما در مقابل بحثی که آریان صاحب فرمودن ما کاملا با اینا موفق هستم چی است از مدت دو سال اداره ملی حفاظت محیط زیست با اداره ملی ها مشترکاً کار میکنه ما یک تعداد استانداردها را امیال انکشاف دادیم و هم منظور شده اقتدادشون سرچ کار میشه که آینده نزدیک منظور شود و تا وقتی که استاندارد ها موجود نباشه قبلا هم آریان صاحب گفتن این مقدار مقدار آلودگی سطح آلودگی که یک آلوده کننده انتشار میده او را نمیتونه ما تثبیت کنیم بله تا نوز وجود نداره این میارها این میارها گفتم اول خب یک چیز باید تصحیح کنیم که عمر اداره 6 سال زیاد نیست بله کسی بیشتر از اون نگفته فکر می کنم شما 10 سال گفتید بله سال, سال, سال نگفتیم چند فرق بر اون بیشتر از چند سال گفتیم استاندارد ها فعلا سرش کار میکنه و هر اداره و هر, هر ارگان سکتور استاندارد خاص خود داره در رابطه با استاندارد های آلودگی هوا کیفیت هوا و استاندارد های دیگه که مربوط به اداره میشه خصوصا به ارتباط وسایل نقلیه اداره ملی حفاظت محیط با ارگان های مختلف ای کاره کدن و این کارا کردن و ان شاء الله نزدیک ما استاندارهای های خود داشته باشیم و در پولیس دوست ما که گفتن رای میار صاحب در خدمت این مسلس طبعا بدون موجودیت این مسلس نمیتونیم تا قبلا هم گفتم گام پیش بریم و اداره دا مجموع اداره با همکاری ادارات مختلف سکتورهای مختلف این گام های مثبت را برداشتن اما این بسنده نیست ما هم قناعت نداریم همین که ما روز مره ارقام جمع واری میکنیم روز با به مختلف میریم روز مره اقدام میکنیم این هم گام است که تطبیق میشه اما با وقت و, و با زمان با تخصص و با مراوی زبان بیرنده برنامه برنامه دیگر بگونی زنده از شبکه جهانی طلو آل به عنوان آخرین پرسش تا پنج سال دیگر کابل با توجه به آمار با توجه به فعالیت هایی که نهادها در این مورد خواهند داشت چه وضعیت خواهد داشت آقای نوندیش میشه کوتاه اشاره بکنید من ب... کاملا باور دارم که تا پنج سال دیگه کابل ما یک کابل سبز خواهد داشتیم کابلی که با محیط زیست بسیار پاک خواهد بود و ما به گپ اطمینان دارم تنها در گفته آریان فقط یک تصویر می که اونا گفتن که بعضیا گفتن که هوای کابل آلوده است و بعضی هم گفتن نیست هیچ کس نگفته که هوای کابل آلوده نیست آلودگی معینه داره اما در اون سطح نیست که ما من های سونامی خاموش با. یک وحشت در بین مردم ایجاد بکنیم که گویا در کابل سونامی خاموش در جریان است و وضعیت هوا به این حد آلوده است به ارتباط آریان سیم که صحبت کرد راجی به لاسپیکر و بلندگوی که از لحاظ تعلیم تربیه ساختار یک کمپانی یا به ارتباط تعلیم تربیه اجابه می که یک نفر اگر در جاده پیاده رو باشه با جاده موتر حرکت کنه یا یک موتر یک بیوزیتی و بیورمتی رو در جریان قواعد سی حرکت برده طبعا از طریق بلندگوی صحبت میشه اما یک مختص در یک جای ما وظیفه نسپرده که در یک نقطه است از لحاظ تعلیم تربیه اگر یکی قابل تدیر نمی داشت خیلی نصب نمیشد اصلا این لاز من نظر مئی است که در جایی که مشکل دارن با ها باشه امکانات نباشه ما حاضر هستیم که بلندگور اجازه نتیم در جایی که امکانات باشه ما از نگاه حقوقی موضوع را مطرح میکنیم که ما هم مکالفیت مکلفیت داریم که مردم به یک تعلیم تربیه استقامت بدید بله سپاس آقای ملکیار تا پنج سال دیگر نظر به فعالیتی که نهاد شما به عنوان نهاد مستقیم مسئولیت کاهش آلودگی هوا در شهر کابل داره وضعیت را چگونه می‌بینه ما تا تجارب قبلی دو سال قبل ما نشان میده ما بسیار خوش بینستیم بر سال بر پنج سال آینده شهر کابل و شهرهای دیگر بلی. و تجربه نشان داد ما عمل می‌بینیم 10 آگاهی مردم در رابطه با ارزش های محیط در رابطه با کاهش آلودگی بلند رفته در حالی که دو سال قبل همین موضوع نبود و این ما هستم قراره که نوندش صاحب گفتن ما کاملا خوشبین هستم که شهر کابل یک شهر بهتر و خوبتر و پاکتر بله سپاس دارد. امی جا بی پاسخ نمانه گفته های آقای نوندش رئیس جمهور افغانستان فقط یک هفته پیشتر از این میگه که آلودگی هوا در واقع در کابل به حدی است که میره به طرف خط قرمز برداشت شما از یه فرای جمهور چی از کتا میشه شورا بکنن؟ حالا این سونامی خموش شده که شما رد میکنه بله البته این بر اساس ارقامی که به جناب رئیس جمهور ارائه شده شاید بوده باشه اما باز هم من میگم آلودگی یار قمر شما نمیپذیرید ما باید ببینم و آلود... آلودگی هوا در شهر کابل هم من هیچ سونامی اصلا نمیپذیرم بله سپاس آقای بتاش به عنوان آخرین سوال فکر میکنید که وزارت ترانسپورت به عنوان یک نهادی که همکاری میکنه در جهت کاهش آلودگی هوا 5 سال آینده را چگونه میبینه ما در وزارت ترانسپورت پالیسی ها و قوانین و طرز لمالای را ساختیم امیدوار استیم که تا پنج سال آینده ما یک ترانسپورت میاری را در شهر کابل داشته باشیم بله سپاس بیننده ویژه برنامه روایت دیگر بگونی زنده از شبکه جهانی تلو نیوز باید گفت که در آغاز ما از آقای مصطفی ظاهر دعوت نموده بودیم که تا در بحث کنی ما حضور بیابن اما متاسفانه در آخرین لحظات اونا نپذیرفتن و جناب ملکیار رفت فرستادن و باید گفت که با تماس های مکرر با خانم دلیل خانم دلیل نیز از اشتراک در بحث کنی ای باورزن ولی با از حضور میمانان ما آقایان محمد یونس نمنده شهردار کابل همچنان آقای غلام محمد ملکیار معاون مسلکی اداره حفظ محیط زیست افغانستان آقای هم در رئیس پلیس ترافیک وزارت داخله محمد الله بتاش موین وزارت ترانسپورت افغانستان و از حضور میهمانان گرانقدر من از جامعه مدنی افغانستان با سپاس شما که بیننده ویژه بی برنامه برایت دیگر تا حال به زنده است که جهانی تولو نیز بودید تا هفته دیگر در همین جا در همین ساعت خدا نگهدار